اطلاعات که در سراسر دنیا کردیم با یک مؤسسه آلمانی به نام کولومبوس آماده و متن فارسی اون در تهران انجام شد و ارسال شد برای این و هزار قطعه از این کره برای ما به تهران رسید که اونم داستان مفصلی داره. ولی در هر حال نتایج کره برای ما خیلی جالب بود. تعدادی که هر چقدر که تعداد 30 سانتی، 34 سانتی، 20 سانتی، 10 سانتی اینها آماده بود و آماده کردیم و خیلی موفق بود. بقیهش وقتی دیدیم مشکلات گمرکی و اینها داره، این کره ها رو به صورت به اصطلاح وطنی تهیه کردیم. استاد صحاب در محافل و مجامع بین‌المللی کارتوگرافی و جغرافیایی جهان نام و چهره آشنا و شناخته شده ای دارد. در آرشیو مراکز معتبر کارتوگرافی دنیا برابر نام ایران بیشتر آثار استاد فهرست و گردآوری شده است. این مراکز از آثار استاد به عنوان مرجعی مطمئن و دقیق برای تهیه نقشه‌های مربوط به ایران و خاورمیانه استفاده می‌کنند. استاد صحاب تا کنون در مجامع بین‌المللی کارتوگرافی ICI حضوری فعال داشته و در زمینه یافته‌های علمی و روش‌های فنی کارتوگرافی با کارتوگرافان برجسته دنیا همفکری و تبادل نظر داشته است. شخصیت من پروفسور اورمولی که الان بازنشسته شده، ایشان یکی از بزرگترین شخصیت‌های کارتوگرافی جهانه و من خیلی علاقه داشتم که با این ارتباطی بود. نامه می نوشتیم گویم. در این کنگره پرت دیدیم که به در دیوار اطلاعی ها چسبونده که آقای پروفسور اورمولی چون گرفتاریشون زیاده خواهشون از مراجعهشون صرف نظر بکنید و اگر کاری دارین با معاونین من 24 تا بودن که امان کشورهای مقدس ما دیدیم که بی خود بریم خودمون رو روی زمین بندازیم و تقاضایی بکنیم که میخوام ببینیم دشته. روز یکی مونده به آخر که در مراسم اختتامی هم ما نبودیم، عرض کنم که رضا به من گفت بابا پروفسور اورمولی داره میاد. گفتم خب اومد جلو سلامی کردم و سلام خوش که جواب بود جدا این کارت اینجا ما رو که گفت صحابی گفت من 40 سال استدار رو میشناسم و دلم میخواست که قصد رو ببینم. حالا دست ما رو گرفتم بردش تو اتاقی که اجازه کسی نداشت بره، قهوه هم برای ما آوردن، خیلی لذت بخش بود و جالب بود. فرزندانم سال هاست که با من همکاری میکنن. تقسیم کار را با توجه به ذوق و تخصص آنها انجام دادم و آنها به تدریج علاقمند و مشتاق این کار شدند. عشق به کار را من در دل آنها بارور کردم. با اینکه به مرور با آنها اطمینان پیدا کردم اما باز عادت دارم بالای سرشان باشم. پشتکار من برخی از همکاران جوان را به شگفتی وامی دارد. احساس میکنم درک من برای آنها دشوار است. آنها در دوره دیگری زندگی و کار میکنند. چند سالی است که کامپیوتر وارد کارگاه سنتی ما شده. بعضی وقتها از بچه ها میخواهم روش کار با کامپیوتر را برایم توضیح دهند. دلم میخواهد میتوانستم با این وسیله کار کنم. مطمئنم زمینه کاری وسیعی را به رویم میگشاید، اما حافظم دیگر یاری نمیکند. جوانها کارشان با برنامه نویسی است. من عاشق 70 و چند ساله چه بگویم؟ آیا آنها میدانند که ما چگونه کار میکردیم؟ آیا قدر این دستگاه ها را میدانند؟
راه طولانی خانه سخت آزردم می کند. حوصله شلوغی را ندارم. آرامشم را در مؤسسه و خانه پیدا می کنم. کار بر روی نقشه های تاریخی را هر شب در خانه دنبال می کنم. امشب باید مسیر حرکت نادر را از اصفهان به لاهور کنترل کنم، اگر این درد اجازه بدهد. این روزها کمرم هم درد می کند و بلند شدن از زمین برایم دشوار است. چشمانم هم مدتی است که سوی لازم را ندارد. گوشهایم دیگر خوب نمی شنود. قلبم هم. اما با این همه هیچ کاری نباید نیمه تمام بماند. وقت زیادی نمانده. این خانه هم مانند خانه های قبلی پر از کتاب و نقشه است. اگر خواستی به اتاقم بیایی راه عبور نداری. در سالهای اول زندگی بدری خانم از این وضعیت خیلی شکوه داشت، اما حالا دیگر کاری ندارد و حرفی نمیزند. عادت کردم که نقشه ها و یادداشت ها را دور تا دور خود بچینم تا طبقه بندیشان به هم نخورد. هر کدام جداگانه روی موضوع خاص خود قرار میگیرد، اما باز یادم میرود. چقدر سخت است برای من که روزگاری نام 30,000 روستای ایران را در یاد داشتم و می دانستم کدام به کدام است. امروز یادم می رود که چگونه مقصودم را بیان کنم. سلام بابا، کتاب چی داری می خونی؟ مشغولم. خب نقشه حالت خوبه؟ نقشه خلیج فارس اینجا اینجا چیزه؟ خزره چیزه اروپاست. اینم اسپاناشه. اینم باز آفریقاست. بعدش اینم استرالیاست. استرالیاست. بعد حالت خوبه؟ این آذربایجان جهان نماست. جان بلوچستان. یزد دیگه. هرمزگان. هرمزگان. فارس. فارس. سر. خوزستان. خوزستان. بختیاری. بختیاری. کرمانشاه. کرمانشاه. ایلام. 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 گیلان. ایلام. ایلام. گیلان که بالاست. چیزی اغلب بچه هم میگن که تو چند سال میخوای زنده مون، چند سال میخوای تلاش بکنیم. تو چیزی زنده من در 100 سال گارانتی کردم خدا. چطور است که 76 سال مسئله نیست. امیدوارم که فرصتی بشه این دوسته کاری که من دستم، یکی اطلس نقشه های تاریخی، یکی نقشه جهان نمای و چند نقشه دیگر که یه حدثی از اونام حدث مصور ایران و همه اینا اون کنترل آخریش سال نظر آخر در بوده من. خب من در با همه قولت سن و اینا مرد موفقی بودم، چون تمام امکانات برای من در حالی که به زحمت تهیه میشد، ولی انقدر سماجت و رفت آمد ما به خرج میدیم که طرف رو می قبولونیمش که مثلا کار ما درست است. و در ابتدای کارم من یه نفر بودم، هم کاغذ می‌خریدم، هم نقشه تهیه می‌کردم، هم هر صورت که مسائل مختلفی که داشت. و موفقیت من در پیشرفت کارم این که چاپ که ما در اول اوایل خیلی که اوایل که اصلا ازالید می‌کردیم، رنگ می‌کردیم، در اختیار مشتری قرار می‌دادیم. به هر حال مشکل زیاد است، گرفتاری زیاد است، ولی من هیچ وقت از مشکلی و از اشکال کار و از مشکلاتی که کار در زمین های مختلف داره هیچ وقت ناامید نداشتم. در جاهای دیگر ما خانمون مثلا خانه مسکونی خودمون که 75,000 تومان خریده بودم و چیز کرده بودم، اینو گرو گذاشتیم و نقشه و کره رو تهیه کردیم. اغلب کارهای ما چون مشکل زیاد داشت میرسید اون شبای آخر و گاهگاهی میشد که 72 ساعت، 70 ساعت، 60 ساعت ما تلاش میکردیم و خوابی وجود نداشت. و وقتی هم میامدیم مثلا در دقیقه یه رو میخوابیدیم بازم میرفتیم سر کارم. و همه این ها دو سه عامل دارد که جالب است و هر شبت که
یکیش عشق نیست که من به کارم داشتم و این عشق لایداره. من فکر کنم در مردن من باز این عشق برای کارهایی بکنه که بچه ها ادامه دادن و ادامه میدن. و یکیش هم همکاری همسرم بوده که اونم بسیار فرزنده بوده و همکاری های بچه مثل فرزندان من. من شش فرزند خدا به من عنایت فرموده، بسیار همشون با علاقه، زحمتکش، مولد. امشب گرد همایی ما در این جمع در منزل پدرم به مناسبت 60 سال کاردیوگرافی و نقش برداری و زحمات پدرم و تاسیس مؤسسه جغرافی صحاب جشن کوچک خانوادگی برگزار میشه و همه افراد خانواده که غیر از اینکه خواهر برادر هستیم در این جمع همه همکار هستیم و هممون دست پرورده پدر بزرگمون هستیم، پدر بزرگوارمون هستیم که واقعا زیر سایه ایشون هر کدوم تونستیم یک قسمت اعظمی از این کار بزرگ و پیچیده و مشکل رو که در مقابل ایشون وزیر سایه ایشون خیلی سهل و هموار شده انجام بدیم و یک سهم کوچیکی از داشته باشیم در این راه. تفرش، تفرش مرا به سوی خود می‌خواند. کوه‌های باوقار و زیبای ورمنا، گندم کوه، نقره کمر با دستان گره کرده خود تفرش کودکی مرا در بر گرفتند. زمانی که در تفرش بودیم حال و هوای کوچه ابدکان و قنات کنار بر و کمی دورتر کوه ورمنا را به خاطر دارم. پدرم در مسجد قاسم آباد که سر کوچه ما بود نماز می‌خواند. مسجدی کوچک با فضای روحانی. از آنجا تا کوچه ابدکان 10 قدم فاصله بود. در خانه ما وسط کوچه باز می‌شد. دری چوبی با کلونی بزرگ. کنار در درخت گردوی بلندی بود که نشانه خانه ما شده بود. از مقابل در ورودی ایوان خانه دیده می شود با ستونهایی از چوب سنوبرهای تفرش و اتاقی با پنجرهای بزرگ و شیشه های رنگی که درهایش به دامنه کوه ورمنا باز می شود. تخت های چوبی در حیاط خانه دور تا دور حوض چیده شده بودند. کودکی من در تفرش جا مانده است. اینجا در تفرش من هنوز کودکم. نهال خشکی هم اگر هر روز با عشق آبیاری شود سرانجام روزی جوانه می زند. صدای رویش جوانه نخست چون نجوا و به تدریج چون غریب شنیده خواهد شد. استاد عباس صحاب با نقشه های جغرافیایی چنین کرد.